اصلا مسعود جان سالون اصلی سینما اینجا بودن؟ سالون اصلی سینما یا هال اصلی سینما می بوده، طبقه دوم سینما بالا است، سکتور که می بینین استیجش است که می بینین و نمونه از جنگ است، از 30 سال جنگ در افغانستان. یعنی در واقع مثلا اگر 60 سال پیش هم ایجاد شده باشه و تاسیس شده باشه، این سینمای خیلی بزرگی بوده در واقع، مثلا برای 60 سال پیش برای کابولیای خیلی قدیم. هرچند ندیده ما، ولی ایران میتونم ادعا کنم یک از بهترین سینما افغانستان بوده در دورانش. مسعود جان فعلا وضعیت سینمای افغانستان چطور است؟ مثلا خودت چه زمانهایی میری سینما؟ ما متاسفانه بگویم یا خوشبختانه در افغانستان تا هنوز اصلا سینما نرفتیم. اولین بار که سینما رفتم ما حدود 3 ماه پیش بود در هند، در دیلی. یعنی به این معنی است که در کابل سینما نبوده یا چرا؟ حدود 5-6 سینمای بسیار خوب است در کابل، ولی سینما متاسفانه بنابر نام بدی که در افغانستان پیدا کرده است. وزارت لاتفرنگ، دولت هم در این راستا اقدام نکرده، اصلا نرفته مثلا سینما رو ببینه وضعیتش، یا حداقل اگر بازسازی شده مثلا سینمای آریانا یک بسیار سینمای خوب کابل است یا کلا افغانستان است که توسط دولت فرانسه بازسازی شد، ولی حال باز هم اگر ما هرچند داخلش نرفتیم، ولی تصاویری که دیدیم از داخلش و فیلم هایی که از داخلش دیدیم به یک باز به یک مخروبه تبدیل شده، همو چوکی هاش پاره کردن و کندن. به یک سینما رفتن بر فعلا تقریبا اگر جرم است افغانستان، یعنی اگر فامیل ما خبر شوه یا مثلا که برادر خوردم رفته یا ما خودم رفتیم سینما، یعنی این تقریبا ناراحت میشن از من چرا سینما رفتی تو. یعنی ذهنیت در واقع مونده، یک ذهنیت منفی در بین خانواده ها و کلا جامعه وجود داره. In reality now the lack of cinemas isn't what worries people here. Unemployment, poverty and poor living conditions are a much bigger problem for most people. یک نمونه از هزینه بالا زندگی در کابل را برات نشان دادم. در قیمت گوشت کیلویی چند است؟ که میشه حدودا معادل $5. $5. و $5 برای کسی که ماهانه حدود $50 درآمد ماهانش است، هر نفر $50 عاید داره. پس اگر ببینیم که $50 یعنی بسیار قیمت بالاست، یک کیلو گوشت مثلا $5 دعوا آدم نمیشه. یک چیزی را که من براتون بگویم، متاسفانه فامیلایی که حتی مامورین دولتی متاسفانه چون ماششون بسیار پایین است یا حقوقشون بسیار پایین است، حتی باور میکنن که اونا بارها شاکی بودن و شکایت کردن امیره که ما نمیتونیم در یک ماه مثلا میوه بخوریم. اینجا یعنی کسی هست که ماه $50 درآمد داره یک نفر، ولی در اونجا کسایی هست که روز $150-$200 بسیار به مفت میتونه چی میکنه، میره مثلا به یک رستوران غذای زور میخوره. I said my goodbyes to the old town of Kabul and headed to Sharinau, which literally means the new city. En route to Sharinau, you can see things are starting to change, from buildings to cars and even what people are wearing. The new city of Kabul was built during the reign of Abdurrahman Khan in the mid-19th century. هر چه شکستیم و پوسیدیم صد بار مردیم زنده شدیم. Most of the old city had been destroyed by fighting and Khan seized the opportunity to modernize and expand the city's footprint. Today almost all government offices, malls and foreign organizations are to be found in this part of Kabul. I'm going to visit my childhood friend Mirwais, who lives in this housing estate. These buildings are called makrorayon in Russian, and they were built in the 1950s. They resemble the Soviet-era housing complexes, and though run down, for many Kabulis, this is luxury living. سلام. چی هستی؟ سرداری آرام. خیلی خیلی. تشکر. نمیگی بیا برای خال. بفرما. چه حال داری وایس جان؟ تشکر. خوش آمدی. خیلی خیلی. تشکر. زنده باشی. این بیسی فارسی؟ بیسی فارسی ها. به خاطر ما خنده نمیگی. نه. خب چطور از زندگی در کابل چطور است؟ زندگی دیگه تعلق داره. مثلا منطقه که زندگی میکنین، مثلا اگه مکرویان باشه یا شهر نو باشه، بسیار زندگی بالاست. رستوران های زیبا جور شده دیگه، در این حال بعض تفریح های دیگه کلاب های جالب است بر بچه ها میتونن برن. به نظرم که زندگی روز به روز بهتر شده.
Mirwais invited me to accompany him to his tennis session. کجاست گم گم هستی؟ Sport is increasingly popular among the young of Afghanistan. There is huge national pride for the handful of Afghan athletes who are beginning to do well in international competitions. ورزش ما در کابل بلند و زیاد پیشرفت کرده از اول کردم. از اول ورزش داشتم خوب. بقص صحیح نبود. حالا خوب ورزش بخید پیشرفت کنم. بخود تا معلوم است قرمان هست. مدال آورده. مقام ها را آورده. ولی در فعلا در المپیک زیاد ورزش دارد. ورزش که می خواهید در المپیک برد. حاضر میشه. This mountain is called Nader Khan's mountain. وایس میشن نشون بده که کابل کهنه کدام قسمت است و کابل جدید در کدام قسمت است؟ مثلا اگر ببینیم در امیجا مکمل کابل کهنه است، حتی تا اون طرف هم که میبینین پشت کوه میتونیم که بگیم کابل کهنه است. کابل جدید زیادتر در استقامت است، مثلا میبینین امیجا را تعمیرای بلنده از اونجا شروع میشه، اونجا شروع است تا اون طرف زیادتر میریم، بخاطر که بعدن باز قلعه فتح الله است، مثلا قلعه موسی است، پس که بجمع کابل Many of these buildings have been constructed recently, mostly with foreign aid. But according to people here, a large proportion of the money meant for reconstruction has been embezzled. However, Afghans aren't keen to talk about this on camera. There is, though, an impressive amount of new construction underway in the new city. Mirwais tells me that Kabul is entering the digital era and it's easy to find the latest consumer technologies on sale here. Alongside the modern gadgets, Afghanistan's ancient rural traditions have a firm hold. Large numbers of people from the countryside have flooded into Kabul to escape the fighting. The influx of foreign aid is changing the face of the city. Private reconstruction like these shopping malls is another good example of the newer projects here. I ask some of the young locals how much freedom they have in Kabul. آزادی از نگاه چیز بسیار بالا شده به خاطر مردم زیاد داره پشت مود و فیشن میگردن. دیگه ما هم خوش داریم یک ذره پاک باشیم. انتیک کلاگی خوش داره. دیگه رامت است که آزادی هم به اوج خود رسیده. با قدر زیاد آزادی هم برای شما را البته از این سرک برای یک طرف های دیگه کلگی باز هم در 19-80 زندگی بکنه اتو اگر پس شارنه در حدود کم اگر از 50-100 دلاری کسایی که ماش داشته باشه میان زیادتر مردم های میان که از داره طبقه بلند هستن کاروبار و بزنس سعی دارن میتونن اینجا شاپینگ کنن Private companies run by foreigners have created job opportunities for a few lucky people. But most still have to do the unskilled and more unpleasant jobs. اقتصاد مردم خیلی پایین است. مثلا معاش ماهواره مثلا یک کارمند دولت شاید خیلی کم باشه. پس چه قسم از نرخ ها در اینجا مثلا یک بلوز قیمتش چند است و در واقع خریدار یا کیا هستند بیشتر؟ کسایی که عاید بلندتر می داشته باشند می تانند در مغازه ها بیاید. البته خریدار ها می تانیم بگویم که مردم های محدودی هستند که مثلا در دفاتر کار می کنند مثل ما بچه هایی که در دفاتر کار می کنند یا فامیلی که از خارج آمدن یا ایست که بزنس پیشه هستند اونا می تانند که اینجا بیاین و خریداری کنند. مثلا اگر که بگیریم یک بلوزی که عادی است اما با کیفیت عالی است مثلا بلوزای در پایان هم میتونیم پیدا کنیم اما قیمتش تقریبا از 20 دلار خب بالا است از 20 دلار بر بلوزای اینا پایین نیست خب در مجموع قیمتا رو میتونیم بگیم که از بازار دیگه بسیار بلندتر است But living in a luxurious part of town where Afghan government officials and foreign workers live also has its downside security is a real issue. مثلا باعث یک جوان وظیفه خوب دارم زندگی خوب دارم من نمیخوام از افغانستان برایم بخاطر که زندگی من نمیتونم در کشور همسایه داشته باشم اما آدم نمیتونه که ایره پیش بین باشه که انتحاری میشن نمیشه بخاطر که در پیشونی انتحاری نوشته نیست که او انتحار میکنه خوب نگران کننده است اما بازم
سر پلیس خود اعتبار داریم تا حدی بخاطر که در شهر کدام برای زیاد کنترل از موتورات چک میشن. خوب است، زین حال تشویش هم داریم. In February 2010, the Taliban attacked Shahrinau and the famous Sofi Landmark Hotel. At least 17 people were killed. But while security is an issue for all Afghans, women have their own problems. Ancient religious beliefs run deep, and in some quarters, women's presence on the streets is frowned upon. But the shops still sell Western clothes, even if you can't see the women openly wearing them. In the 70s and 80s, women in Afghanistan had a lot more freedom. They were educated and were involved in politics and social affairs. Kabul even had female bus drivers. But under the Taliban, women were confined to the home and schooling for girls was banned. Today, even though lots of women work alongside men in offices, many still feel like second-class citizens. فرهنگ ما و امی انانات افغانیا یک انانات بسیار محکم است که مشکل است که ما در بیرون بریم یک دوکان بگیریم کار بار شروع کنیم و دو مشکل اهمیت است که اگر ما بتانیم یک دوکان در بیرون اگر بخوایم بگیریم بازم نیروهای امنیتی ما هنوز قدر فهم دانششان به هوس سطح نرسیده که ما مثلا در یک جای دوکان میگیریم اونا هم کار با ما باشه. ما پیرانایر سی تهیه میکردم در بازار لسی مریم به فروش میرساندم. بعدا آهسته آهسته از اینکه ما مهاجر شدیم رفتیم به پاکستان. وقتی که از اونجا من پس به افغانستان آمدم ما یک مغازه را تانستم خریداری کنم و سرپرستی مغازه خدا و چندین خانم دیگه که در بخش صنایع دستی کار میکنن و در تجارت هم رای ممکار هستن با اونا کار شروع کردم. According to the Afghan Ministry of Education, 60% of people in Kabul are literate. Hundreds of schools have been built over the last few years. Nowadays, Kabul also has many private universities. It's not only civil freedom, but freedom of expression that has improved in this country. You can see hundreds of TV aerials around Kabul. Most of these TV stations are run by local influential people who often use the channels to promote their own political agendas. 20 years ago, Afghanistan had only one TV station. Under the Taliban, televisions were banned altogether. But today, there are more than 25 TV stations in Kabul alone. Tanya Kaihan is a correspondent for a private TV station in Kabul. این محیط را که می‌بینید ساختمان تلویزیون عزیزی است. آقای دگستانی، علت اشغال افغانستان توسط شوروی سابق چی بود؟ وضعیت رسانه‌ها در کابل گفتم می‌تونم که از طی 8 ساله که گذشته تا به حال فکر می‌کنم بهتر شده. ظاهر شدن خانم‌ها در رسانه‌ها یک دستاورد بسیار زیاد بزرگ است به افغانستان. شاید قبل از 8 سال در افغانستان هیچ دختر نمیتونست که در روی پرده ظاهر شود و کار بکنه در رسانه ها، حتی نمیتونست که در رقیب پرده کار کنه، چی خواستایی که اونا در تلویزیون ظاهر شوند. و خانواده تان از شما چقدر نگران است از حرفه را که شما پیش رو گرفتین؟ اول بسیار زیاد نگران بودن اونا وقتی که من کار کردم در تلویزیون، بعدا آیست آیست نگرانی از او کاسته شد، اما باز هم چون در یک محیط سنتی و قبیله‌ای ما زندگی میکنیم باز هم اونا ناراحت هستن از اینکه دخترشان در صحنه ظاهر میشه، بالاخره پرزنت میکنه نیوز یا یک برنامه سیاسی را پیش میبره. بزرگترین آرزوی من با کابل است که روز برسه که خانم های افغانستان در سراسر افغانستان در فضای امن و امنیت به سر ببرن، اونا بتونن به مکتب برن، اونا تحصیلات عالی خود را به پیش می‌برند. The music scene has also improved in the last few years. Under the Taliban, Afghanistan was dubbed a silent country. Today it's a much more colorful place.
The TV channels show plenty of music and entertainment programs.